حملات به تهدیدهای جمهوری اسلامی و نیابتی‌های تحت حمایتش علیه نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه همچنان موضوع بحث و نگرانی قانونگذاران آمریکایی است. با شهلا راسته از مقابل کنگره گفتگو می‌کنیم. از آخرین واکنش‌های قانونگذاران برامون بگید. بله، لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون فاکس گفت که دولت آمریکا باید به هدفهایی که برای جمهوری اسلامی ارزش داره حمله کنه و ضربه بزنه. بخشی از این مصاحبه رو با هم بشنویم. Our national security is in free fall. امنیت ملی ما در حال سقوط آزاده. نگاهی به رکورد 3 سال گذشته نشان از یک مشکل بزرگتر داره. ما از افغانستان خارج شدیم. طالبان در 2021 کنترل اون رو به دست گرفتن. نشان دیگر ضعف دولت حمله پوتین در 2022 به اوکراین بود و در 2023 حماس با حمله به اسرائیل بزرگترین تعداد یهودی‌ها را از هولوکاست تا حالا کشت و امسال هم ما شاهد کشته شدن نیروهای آمریکایی به دست نیابتی‌های رژیم ایران در خاورمیانه هستیم. همه جا به ما فشار وارد میارن و امنیت ملی ما در حال سقوط آزاده. سناتور گراهام گفت سیاستی که کار میکنه حمله و ضربه زدن به تاسیسات نفتی و تیم رهبری حکومت تهران، مثل مورد حذف قاسم سلیمانی در دوره پرزیدنت ترامپ، و اگر اضافه که اگر هدف حفاظت از نیروهای آمریکایی است، دولت بایدن در این هدف شکست خورده و سیاستش در قبال ایران مؤثر نیست. در یک تحول دیگه، گروهی از سناتورهای فراحزبی به رهبری مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه و مگی حسن سناتور دموکرات در نامه‌ای به پرزیدنت بایدن از او خواستند که قوانین موجود علیه جمهوری اسلامی را کاملا اجرا بکنه و از طریق تحریم علیه تجارت غیرقانونی نفت ایران و علیه کشتی‌ها و بنادر و پالایشگاه‌هایی که با ایران معامله می‌کنند اقدام بکنه. اونها در نامه تاکید کردند که تشدید تحریم‌ها بر نفت ایران، به ویژه با توجه به حملاتی که نیابتی‌های حکومت تهران در منطقه علیه نیروهای آمریکایی انجام می‌دهند، حیاتی هستش، و اضافه کردن که ایران هم اکنون به طور متوسط بیشتر از 1,400,000 بشکه در روز نفت صادر میکنه و منافع اقتصادی قابل توجهی از این طریق به دست میاره و از این طریق سالانه میلیون ها دلار هم به گروه های نیابتی و گروه های تروریستی در منطقه کمک میکنه. از جمله طبق ارزیابی وزیر دفاع اسرائیل، جمهوری اسلامی سالانه 700 میلیون دلار به گروه حزب الله پول میده. آقای یزدی، ممنونم. شهلا رسه از مقابل کنگره آمریکا.